سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای روز. پوتین: گروه واگنر به گونه رسمی وجود ندارد. نصاب طالبان معارف با عکس های ملا برادر و ملا یعقوب واکنش برانگیز شد. و در یک خبر عاجل، خبر فوق‌العاده مهم که همین اکنون از شهر کابل به دسترس ما رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. مشروع اخبار: روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می‌نویسد. پس از تنش‌های اخیر میان گروه واگنر و وزارت دفاع روسیه، موضوع قانونی کردن شرکت‌های نظامی خصوصی در این کشور بالا گرفته است. با گزارش تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه 13 جولای گفته که قانونی کردن شرکت‌های نظامی خصوصی موضوع پیچیده است که باید توسط دولت و مجلس نمایندگان با آن رسیدگی شود. او افزوده که شرکت‌های مانند واگنر در حال حاضر از نظر قوانین روسیه وجود ندارد. طبق یک خبر دیگر، آماج نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: نصاب طالبان معارف با عکس های ملا برادر و ملا یعقوب واکنش برانگیز شد. نشر تصویرهای نصاب طالبانی معارف با عکس های ملا برادر و ملا یعقوب با واکنش های گسترده ای روبرو شده است. شماره میگویند که محور اصلی نصاب تعلیمی طالبان کارخانه تروریست سازی، تبلیغ جهادگرایی و افراطیت دینی است. و در یک خبر عاجل، روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: خالد زعتران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، از قتل یک فرد متهم به سرقت در درگیری با نیروهای این گروه در پایتخت خبر داده است. زعتران در توییت نوشته است که فرد کشته شده یکی از سارقان مشهور بوده و به نام شیرو معروف بوده است. به گفته زعتران، فرد متهم میخواست ظهر امروز جمعه 23 سرطان بکس دستی یک دختر خانم را دزدی کند که از سوی نیروهای طالبان تعقیب و سپس در درگیری با نیروها کشته شده است. منابع مستقل مردمی تا اکنون این ادعای پلیس طالبان در کابل را تایید نکردند. این در حالی است که طالبان پیش از این نیز افراد را تحت نام‌های مختلف از جمله سرقت به قتل رسانده و اجسادشان را در ملای آن به نمایش گذاشتند. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل را سابسکرایب نمایید. تا دوری دیگر، بدرود.